استقلال. این بار محمد آفند بازیکن 24 ساله تیم برق شیراز که از تیم امیدهای این باشگاه اومده مرتکب خطا میشه. منیعی تو به طور تصادفی میرسه اونجا به جباری، اون نگاه میکنه، منیعی چپا شوت میزنه توی دروازه، توی دروازه. یک گل قشنگ از منیعی، یک فرصت به نفع تیم استقلال. عکس العملش بعد از گلم بسیار جالب بود، بسیار احساساتی شده. استقلال 1 برق شیراز 0. یک گل قشنگ زد منیعی، این سومین گل فصلشه. استقلال با یک شوت راه دور تونست دروازه تیم برق شیراز رو باز بکنه. توضیحات آقای فیروز کریمی به بازیکن تیم استقلال. یه لحظه آقای ورمزیار رو اونجا دیدید، تا لحظات دیگه تصویر آهسته گل رو هم به اتفاق خواهیم دید. یه شوت قشنگ با روی پا که یه مقدارم کاته بیرون پا داشت و دروازه رو باز کرد. بله کاتش خیلی قشنگ بود این ضربه منی. هر چقدر که به دروازه نزدیک شد دور شد از دست مارتین راول و به تیر دروازه نزدیکتر شد و در نهایت در کناره دروازه آروم گرفت. دیدار برگشت لیگ دوم حرفه‌ای بوده که برق شیراز 2-1 استقلال رو برد. در اون مسابقه محمد منصوری و علیرضا عباس فرد گل‌های این تیم رو زدند. یک موقعیت برای تیم استقلال در منطقه جریمه، این پاس عالی، فرصت برای استقلال و توی دروازه. رواکا گل دوم تیم استقلال رو به ثمر میرسونه. استقلال 2 برق شیراز 0. حالا روحیه میگیرن بازیکنان تیم استقلال. تصویر آهسته به ما نشون میده که در 50مین دقیقه این مسابقه چطور دروازه برق برای بار دوم باز شد. حرکت زیبایی که منیعی انجام داد، یه پاس فوق‌العاده داد به روانکا و این بازیکن هم با خونسردی دروازه رو باز کرد تا حساب کار 2-0 بشه. روانکا چهارمین گل فصلش رو زد. بازیکنی که در این فصل اول زیاد خوب بازی نکرده بودن برای تیم استقلال، این هفته دارن بهتر کار میکنن. یکیشون همین روانکاست. کم کم رکورد بازی‌های خانگی تیم استقلال داره بهتر میشه. یه سانتر خطرناک برای دروازه و توی دروازه. یه گل به خودی قشنگ از صادقی در روزی که خوب بازی میکرد، یه گل بد به خودشون زد. استرالیا نذاشتن هوادارانشون یه نفس به راحتی بکشن. مطابق معمول اختلاف به یه گل میرسه. تماشاگران صادقی رو تشویق میکنند. سه گل در این بازی به ثمر رسیده، هر سه گل رو یاران استقلال زدن، یکی به خودشون، دوتا به برق. این صادقی که با پای راست توپ رو با یه ضربه قشنگ در دروازه خودشون قرار میده. نگاه ناباورانه جباری، میارن توپ رو به سمت راست. امیر آبادی، رواخا لب خط حرکت کرده بود، توپ بهش ندادند. حالا امیر آبادی توپ بهش میده و حالا روانکای که توپ رو از دست میده و مصدوم میشه. زارم سر میخوره، فرصت برای تیم استقلال. امیر آبادی سانتر بلند برای دروازه که عبور میکنه چندین بازیکن. علیزاده خوب توپ رو استاپ میکنه، سانتر میکنه برای دروازه. منصوریان و توی دروازه. گل سوم برای استقلال به وسیله بازیکن محبوب استقلالی ها زده میشه. استقلال 3-1. با خونسردی و مهارت دروازه‌بان رو فریب داد منصوریان و دروازه رو باز کرد. پای منصوریان هم به گلزنی باز میشه. علیرضا منصوریان خیلی وقت گل نزده بود. به هر حال مثل همیشه شب بازی با برق شب خوبیه برای استقلالی ها، خصوصا در ورزشگاه آزادی. این تیم خیلی راحت در مقابل استقلال مغلوب میشه. این بار هم به همین ترتیب، استقلال 3-1. این منصوریانه که با خیال آسوده با بیرون پای راست توپ رو در درون دروازه برق قرار میده.
و استقلال اختلاف رو دوباره به دو گل میرسونه. یکی از بهترین سابقه منصوریان. روانخواه، یک توی زیبا، فرصت برای بازیکن استقلال. ببینیم دروازه باز میشه یا نه. یوسفی توی دروازه، توی دروازه، گل چهارم برای استقلال. یوسفی با گل به استقلال برمیگرده و استقلال اون نتیجه دو فصل پیش رو که منجر به قهرمانیشون در ورزشگاه آزادی شد تکرار میکنه. استقلال 4 برق شیراز 1. حالا دیگه میتونیم بگیم بهترین بازی فصل استقلال بوده، خصوصا در نیمه دوم. البته نباید فراموش بکنیم که برقی ها 10 نفره شدن و این موضوع مشکلاتی براشون ایجاد کرد. یک توی زیبای روانخواه با علیزاده. روانخواه یکی از مردان بی گفتگوی این مسابقه بوده. به یوسفی هم که امون نداد و پای چپ دروازه رو باز کرد. بدین ترتیب استقلال 4 برق شیراز 1. محسن یوسفی زننده این گل. شیری در نیمه دوم محو شده در زمین بازی. مهدی کریمیان، دوباره خود شیری. حالا با این پاس میبرم به سمت راست زمین توپ رو. دیگه زمانی برای یاران برق باقی نمونده، اونا باید سریعتر حملشون رو انجام بدن. خب پنالتی، پنالتی برای تیم برق. چقدر راحت پنالتی میدن یاران استقلال. اعتراض یاران استقلال به داور مسابقه. برتری قاطع تیم استقلال یه مقدار کمرنگتر خواهد شد اگه این توپ گل بشه. خب به نظر میرسه که عجله کرد داور مسابقه در اعلام پنالتی. برشک نظر کارشناسان داوری رو هم جویا خواهیم شد. برشک ضربه پنالتی برای تیم برق شیراز. در کل این فصل آقای رحیم مقدم پنالتی نگرفته بود، کارت قرمز هم نداده بود، اما در این بازی این کار رو کرد. احتشام ساسانی ضربه رو خواهد زد. ببینیم او میتونه اختلاف رو دوباره به دو گل برسونه یا نه. منصوریان کاپیتان نیست اما داره با داور صحبت میکنه. خب خوشبشی هم میکنه طالبلو با احتشام ساسانیه با تجربه. سالهاست در تیمهای شیرازی داره بازی میکنه احتشام ساسانی. دورخیز هم میکنه در مسافه تک به تک با طالبلو که کلا پنالتیگیر خوبیه. ببینیم حالا در مقابل احتشام ساسانی چه خواهد کرد. کارش بسیار سخته. دقیقه هفتم زمانهای تلف شده رو شروع کردیم. احتشام ساسانی دیگه باید ضربه رو بزنه. دورخیز کرده، حالا حرکت میکنه ساسانی و توی دروازه. خیلی خوب زد، به گوشه دروازه توپ رو فرستاد. 4-2 میشه نتیجه. سوت پایان بازی هم همینجا به صدا در میاد.